آقا جون تولدت مبارک. شنیدم 85 ساله شدی. ایشالله که 850 ساله بشی، سالهای سال عمر بکنی، همینجوری سلامت قبراق. حضرت نوح که آقا شما 850 سال 900 سال بعد عمر بکنی. نوح تازه با اون شیکمی که داشت، اصلا شما ماشاءالله شیکم هم نداری، سرحال، خوش هیکل، خوش قواره. خب تولدتون مبارکه، واقعا مبارک بوده لاغل برای خودتون، بچه هاتون، اطرافیانتون، فک فامیلاتون، دوستاتون. حالا اگر برای 85 میلیون نحس بوده، بوده که بوده، اصلا برای گم شد، اصلا برای بمیرنی 85 میلیون، اصلا میخوایم چیکار اینا رو؟ آقا جون یه میلیون بسمونه، همه رو بکش، همه رو بذار برن. با یه میلیون من بهت قول میدم تون 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 زاد و ولد میکنیم، 9 سالگی دخترها رو شوهر میدیم، 12 سالگی هم که پسرها آمادن، تون تون هر کدوم 20-25 تا بچه میذاریم، زود چند ساله جبران میکنیم. نگران اینا نباشید آقا جون. بعدش هم آقا جون من تبریک میگم، ترتیب دشمن داخلی و خارجی رو با هم دادی. تو یه روز تو یه ساعت 8 صبح شروع کردی، دمت گرم. معمولا وقتی یکی توی جبهه میجنگه، یکی رو کوتاه میاد. شما مقتدرانه تو هر دو تا جبهه درخشیدی. اسرائیلی ها که الان تو پناهگاهن، بند خدا از ترس دارن میلرزن، همون بسشون، هم که از پناهگاه نمیان بیرون واسه 7-6 رو همون تو پناهگاه بمونن. این زن هم که آقا جون دمت گرم، واقعا اینا رو اسید میپاچی ارو نمیرن، میزنی ارو نمیرن، با چماق کلشون رو میشکنی میبری توی نمیدونم ون کتک میزنی میمیرن، ازو نمیرن، تجاوز میکنی ازو نمیرن. آقا جون حقشون اینا، اصلا چوبا با تو ما عدس این مأمورات بگی مسلسل بهشون بده، چاره اینا فقط اینه تموم. میخوام چی کار این همه زن بی حجابی که میگی رو سرت بگیر، آقا چند ده هست میگی رو سرت بگیر، جلوی میده عقب، میگی بگیر جلوی میده عقب. آقا جون همین فاتی کماندوها برای همه بسته، باور کن. یعنی امشب سیغه این بشن، فردا سیغه اون بشن، فردا سیغه یکیشون 20-25 نفر رو جواب میده. باور کن، دیدم که میگم امتحان پس دادن. آقا جون اصلا نگران هیچی هم نباشه. بعدش هم آقا جون من باید یه موضوعی رو بهتون بگم، این هوش مصنوعی رو ازش غافل نشید. شما همونطور که مقتدرانه جلوی تهاجم فرهنگی ایستادی، بعد جلوی این اینترنت و اینا رو هم بساطش رو جمع کردی، ماهواره و پاهواره اینا رو هم رپتو، این هوش مصنوعی داره خطرناک میشه. من دیدم یه کلیپ از شما درست کردن، شما داری تعریف میکنی که حضرت امام اومدن بهش خبر دادن یه عده خانم بی حجاب بد حجاب بودن، بعد یه عده اینا رو کتک زدن، بعد به شما مأموریت دادن بری اینا رو تنبیه کنی. این چه دروغایی میگن آقا جون؟ اینا رو با هوش مصنوعی درست میکنن، باور کن. حتی راجع به حاج قاسم هم درست کردن که میگن نمیدونم اینا دخترای من هستن و اینا. آقا جون این هوش مصنوعی تا کار دستمون نداده، یه فکری برای این هوش مصنوعی بکن. بعدش هم آقا جون یه چیز دیگه که بهت بگم، اینی که یه عده‌ای میگن که این بیگیری به بنده خطرناکه، ممکنه دوباره شورش بشه، دوباره مردم بیان تو خیابون و اینا. نمیان آقا جون، تموم شد، خوابید، فتنه خوابید، اصلا همه رفتن دیگه، نصفی ها رفتن خارج، بقیه هم که رفتن خونه ها قربونت برن، بقیه هم که اعدام کردید تو زندانان. نگران هیچی نباش. الان دو سه روز این زنها رو دارید تو خیابون میزنیم، اصلا صدا از کسی در اومد؟ اصلا کسی چیزی گفت؟ اصلا کسی اعتراضی کرد؟ حالا قبلا ها یه ولش کن میگفتن، یه بیشرف بیشرفی میگفتن، الان دیگه اونم نمیگن. تموم شد، با خیال راحت آجون ترتیبشون رو بده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. دیگه چی باید بگم یادم نره؟ آقا جون چرا گریه میکنی؟ بخند قربونت برم، بخند تولدت. من رفتم پیرن سفید خریدم به خاطر اینکه بیام تولدت رو تبریک بگم. خب شادیم دیگه، نداشتم، خرج کردم، پول آدم برای چی میخواد؟ بخند آقا جون، بخند. من دیگه چی میخواستم بگم یادم نره؟ آهان، اینگر آقا جون این کارا دشمن درست میکنه و دشمن میپروره و اینا، از پیک موتوری تا خلبان دشمن آقان، و تو هر خونه ای که بری دارن. آقا جون بگن، اصلا مهمی، اصلا گوشتو به این حرفا ببند، فقط خودمونو عشق ما و همین چند تا بسیجی ها و اینا، همینا بسمونه دیگه، میخوایم چیکار کنیم. بعد آقا جون یه چیزی دیگه هم بهت بگم که من یه شعری واسه امام زمان گفته بودم، اسمشو گذاشته بودم آقا جون،
الان هم دارم به شما میگم آقا جون ببخشید یه وقت جسارت نشه ها، امام زمان کیه؟ اون ولایتون، سرباز ولایتون درست فرمودن که اگه امام زمان هم بخواد جلوی نظام وایسه امام زمان هم میکشیم. امام زمان کیلو چنده؟ شما خودت امام زمانو که رد کردی، پیغمبرم رد کردی، الان خود خدایی، خدا میاد تو زبونت. اصلا امام زمان میخوایم چیکار؟ من خیلی معذرت میخوام به ایشون، گفتم آقا جون، به شما میگم آقا جون، عمر چند سال پیش شد که من اصلا عقلم نمیرسید و نمیدونستم چه مقام والایی شما دارید. به هر جهت گریه نکن عزیزم، گریه نکن، بخند، همیشه شاد باشی. امیدوارم که سالهای سال اقلا 20-25 سال دیگه زنده باشی. حالا یه دزد ضد انقلابا آرزو میکنن شما زنده باشی که تو دادگاه ببیننت، پشت میله های زندان ببیننت، موقعی که داری تو جلزه ولز میکنی ببیننت، ولی کور خوندن، کور خوندن. شما سالها و سال با همین اقتدار، با همین فرمون برو جلو، این امت حزب الله پشت سرت دارن میان، نگران هیچ چی هم نباش. ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت میکنید.